روسیه از ادامه حملات هوایی و موشکی اسرائیل به سوریه نگران است به ویژه حمله اخیر که به تعلیق فعالیت فرودگاه بین المللی دمشق انجامید نگرانی که روسیه آن را به سفیر اسرائیل در مسکو ابلاغ کرد این نقش اسرائیل و غرب در اقدامات بشر دوستان است این غرب وحشی است که برای محکومیت تجاوز اخیر اسرائیل به مرکزی غیر نظامی و فرودگاهی غیر نظامی به علاوه یک هواپیمای سازمان ملل هیچ کلمه ای بر زبان نیاورد. روسیه متحد نظام حاکم بر سوریه است و در جنگ داخلی این کشور از حکومت بشار اسد در مقابله با مخالفانش پشتیبانی کرد. از سال 2017 میلادی اسرائیل حملات خود را به سوریه آغاز کرد. حملاتی که عمدتا مواضع و تجهیزات گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار میدهد گرچه اسرائیل بر اساس سیاست معمولش مسئولیت حمله اخیر به فرودگاه دمشق را بر عهده نگرفته اما گزارش ها حاکی از آن است که در این حمله تجهیزات پهپادی و موشکی که از سوی ایران برای حزب الله لبنان ارسال شده بود منهدم شده پیامی روشن برای حزب الله دارم آنها با توانایی های هواپیما های ما آشنا هستند اگر نیاز باشد تا واکنش نشان دهیم و به موازهشان حمله کنیم این کار را خواهیم کرد تا کنون حملات ما ضربه بزرگی به این سازمان تروریستی و متحدانش زده متاسفانه دولت لبنان باید پاسخگو باشد <applause> اکنون روزنامه آمریکایی والسی جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که حملات اسرائیل در سوریه با هماهنگی ایالات متحده صورت میگیرد ایالات متحده همچنان در سوریه پایگاه و نیرو دارد و مأموریت خود را تضمین ممانعت از قدرت گرفتن دوباره گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای افزایش همکاری با اسرائیل حوزه فعالیت فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام را گسترش داد از اسرائیل به دنبال آن است تا با کاستن از توانایی های نظام ایران توانایی این کشور و متحدانش برای هدف قرار دادن احتمالی اسرائیل را محدود کند. هایرانیم تو ات اسرائیل امروز دیگر تعقیب تروریست ها همچون گذشته که تنها نیروهای وابسته به سپاه قدس را هدف قرار میدادیم منطقی نیست باید اعزام کننده را هدف قرار دهیم طی ماههای اخیر ایران شاهد سلسله حملاتی از جمله به سایت اتمی نتنز و برخی از نیروهای وابسته به نیروی قص سپاه پاسداران و کارشناسان نظامی به اتمی بود مجموع حوادثی که تهران اسرائیل را عامل آن معرفی می کند. ایلیا جزایری رادیو فردا